افغانستان یکی از کشورهایی است که از لحاظ تولدات یا باروری در بلندترین سطح در جهان قرار دارد که با وجود سالها جنگ و نبود مواظبت‌های صحی هر زن بیش از 6 طفل به دنیا می آورد. اما سطح آگاهی و دسترسی مردم به وسایل جلوگیری از حاملگی پایین‌تر باقی مانده است. یکی از ویژگی‌های نفوس در افغانستان این است که جمعیت جوانان بیشتر از نصف نفوس را تشکیل می‌دهد و احصایه‌ها نشان می‌دهد که تا 40 سال آینده در هر سال 1 میلیون به آن علاوه خواهد شد. مقامات صحی می‌گویند تلاش جهت ارائه معلومات به مردم جهت ایجاد وقفه در ولادت‌ها با کمک مؤسسات جریان دارد. وزارت صحت عام برخی برنامه‌های اداره به خاطر بلند بردن آگاهی آمده ای برنامه هم وزارت محترم حج و اوقاف، هم وزارت محترم زنان و هم از طریق مطبوعات کار پیش میبریم که تا اندازه موفق بودیم. این آمار رسمی نشان میده که امروز 30-33% از مردم افغانستان فاصله دی و این ولادت ها را مد نظر نمیگیره. همه هزی کارهایی بوده که از طریق بلند بردن آگاهی آمه نتیجه دادم. علاوه بر مشکلات صحی، افزایش سریع نفوس چالش‌های زیاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی را به همراه دارد. عقب ماندگی اقتصادی و دهه‌ها جنگ زیربناهای افغانستان را فرسوده نموده و بیشتر مردم به خدمات اساسی چون صحت، آموزش و مسئولیت‌های اجتماعی دسترسی کافی ندارند. اگر ما به سکتور محیط زیست مراجعه کنیم، فعالیت‌ها بیشتر شده و استفاده از وسایل نقلیه، استفاده از ماشین‌آلات، خصوصا استفاده از ساحات سبزی که باید او ساحه سبز باشد و او جز ساحات رهایشی شده یا ساحات تجارتی یا صنعتی تبدیل میشه، این هم از فشارهایی است که با ازدیاد نفوس بیشتر میشد. افزایش سریع نفوس در افغانستان با یک پدیده دیگر اجتماعی اقتصادی یعنی توسعه شهری همراه بوده است. میزان جمعیت در شهرهای عمده کشور چون کابل، هرات، مزار شریف و جلال آباد نسبت به هر وقت دیگر زیاد می باشد. خصوصا شهر کابل اگر ما تناسب نفوس با محدوده جغرافیش محاسبه کنیم، این نفوس فعلی شهر بالاتر از توان فیزیکی و جغرافیایی شهر کابل است که یک فشار بسیار زیاد را بالای منابعی که موجود است، خصوصا منابع تحت الارضی، منابع آب، شهری که شهر خشک است و وابسته به منابع آب زیرزمینی است، هر قدر مقدار تعداد نفوس زیاد میشه با ما اندازه منابع بیشتر به خطر میفته. برشنا عمر خیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.